این سری برنامه های صد زن از شما خواسته بودیم که از نمونه های تبعیض جنسیتی که روزانه احتمالا با اون برخورد میکنید برای ما تصاویر بفرستید. فرحین تقی‌زاده گزارش تهیه کرده از برداشت شما از تبعیض جنسیتی. سکسیسم یا تبعیض بر اساس جنسیت چیست؟ سکسیسم به مجموعه ای از انتظارات، پیش‌داوری‌ها یا ایجاد محدودیت‌ها برای انسان‌ها بر اساس جنسیتشون گفته میشه. اینکه زن‌ها باید یک کاری بکنن، مردها باید یک روش و رفتاری داشته باشن و حتی کسایی که خودشونو در چارچوب زن یا مرد نمی‌دونن، باید خارج از این سیستم قرار بگیرن. همه اینها مصادیقی از سکسیسم یا تبعیض جنسیتیه. نمونه‌های تبعیض جنسیتی هنوز برای بسیاری مرز و مفهوم مشخصی ندارد. اما مخاطبان ما در این مورد چه فکر می‌کنند؟ از کلیشه‌های جنسیتی موجود در جامعه گرفته تا مطالب و لطیفه‌های تلگرامی، نمونه‌هایی از تبعیض جنسیتی بودند که مخاطبان آنها را برای ما فرستادند. تبعیض جنسیتی در تبلیغات و کالاهای مصرفی. ما در جوامعی داریم زندگی میکنیم که جنسیت زده هستن، یه جایی کمتر یه جایی بیشتر. به همین دلیله که یک جایی میبینیم که روی مایع ظرفشویی به جای اینکه بر قدرت پاک کنندگی اون ماده ظرفشویی تاکید بکنن، عکس یک زن رو روش گذاشتن. به این دلیل که تصور عام رو دارن بازتولید میکنن که یک انسان به خاطر اینکه زن به دنیا اومده، پس حتما در تمام طول زندگیش باید حواسش به کارهای خونه باشه، حواسش به مادری باشه و یه سری وظایف مشخصی براش تعیین کرده. واگن‌های مخصوص بانوان مترو تهران برای مخاطبان مرد نمونه‌ای از تبعیض جنسیتی محسوب شدند و تابلوهای سیگار و قلیان ممنوع کافی شاپ‌ها و مجموعه وسایل ورزشی مخصوص استفاده آقایان در پارک‌ها برای مخاطبان زن نمونه‌ای از تبعیض جنسیتی بودند. این تفکیک جنسیتی یک بار دیگه یادآوری کنیم که فقط به ضرر زنان نیست، بلکه از مردان هم چهره‌ای می‌سازه که گویا وحشیانه به دنبال آزار زنان هستند. تفاوت پذیرش دختران و پسران در رشته‌های دانشگاهی و حضور در بازار کار نقطه مشترکی از تبعیض جنسیتی برای آنان محسوب می‌شد. تبعیض جنسیتی فقط در فضای شهری نماند و نقش‌های مشخصی برای زنان و مردان در روستاها برای برخی از مخاطبان ما نمونه‌ای از کلیشه‌های رایج جنسیتی بود. تبعیض جنسیتی یک موضوع کاملا فراگیره. هیچ ربطی به شهر، کشور یا حتی منطقه‌ای که داریم در زندگی می‌کنیم نداره. اینکه یک زن میتونه چقدر کارهای فیزیکی بکنه یک بحث دیگه است. اینکه یک زن چون که زنه باید حتما و طبیعتاً یه سری کارها رو بر عهده بگیره یک مسئولیت، یک بحث دیگه ایه. همچنان که در فضای مجازی هم ما می‌بینیم همونقدر که خشونت‌ها در فضای جامعه در جریانه به اونجا هم سرایت کرده. شاید اگر نگاهی دوباره به مطالبی که در فضای مجازی هم رسانه می شود داشته باشید، متوجه می شوید که از نگاه دیگران بعضی از آنها مصداق تبعیض جنسیتی است. فرحین تقی‌زاده، BBC.